و چقدر این مثال زشتی است. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. چقدر زشته، چقدر پلیده این کار که میخواهد حکومت خودش رو بکنه اما خون میرزه به نام اسلام، به نام قرآن، توجیه میکنه به نام اسلام و قرآن، و اینا رو هرگز خدا هدایت نخواهد کرد، هرگز این فضیلت راه یافتگی رو بینا نخواهد داد. مرگشون رو میباید، سرنگونیشون رو میباید ارتش آزادی محقق کنه. کسی که دستهاش تا مرفق به خون، به خون رشیدترین فرزندان این میهن آغشته است، کسی که اموال خلق رو به باطل، اموال ناس رو به باطل بالا کشیده، خیلی میترسه، خیلی وامیره در برابر مرگ. از برجسته ترین ویژگی های انسان آگاه و آزاد برخلاف حیوانات اینه که در اوج آگاهی از مرگ خودش بیم و باکی نداره، جان برکف. مثل 120,000 مجاهدی که آنچنان پرواز کردند، اما به عکس، اونی که اموال مردم رو به باطل بالا کشیده و اونی که دستن در کار ستم و سرکوب بوده خیلی خوب حالشه. بنابراین وعده بهشون میده که قل ان الموت الذی تفرون من، اون مرگ و سرنگونی که ازش میترسین، فانه ملاقیکم، بی تردید به سراغتون میاد، بی تردید. و بعد حسابتون رسیده خواهد شد، هرچی میخواهید توطئه کنید، هرچی میخواهید مکر و حیله بکنید، هرچی میخواهید لجن پراکنی کنید، هرچی میخواهید بکشید، بخورید و چپاول کنید، اما اون مرگ و سرنگونی که به شدت ازش میهراسید بی تردید به سراغتون خواهد اومد با ارتش آزادی.